آقا کیوان مرد عاشق پیشه روستا کیوان جا خونه ای؟ در که بازه حتما خونه هستیم دیگه. به 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 سلام علیکم جاناتان. جاناتان که میگن توی یاره؟ آره خودشه. سلام بادر خواه. سلام علیکم. خیلی خوش اومدی. بفرما. ببخشید من دستم بند بود. کیوانم داره تمدد اعصاب میکنه. تو بفرمایید داخل، الان میام خدمت. بله چش در خدمتم. صدای دو سالگی جاناتان. اول میدم به چپ در میدم. بیا دیگه سرتو بیار بالا. صداشو ضبط میکنی؟ آره دیگه، تا میگه ما ضبط صوتو میارم که صداشو ضبط کنم، ولی دیگه نمیگه. صدای دو سالگیشو ندارم. این همه بعدم میشه خاطره. بله، میشه خاطره. میشه ببینم، بیا 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 بیا. بهادر خان چیکار کردی گفت ما؟ کار خاصی نکردم، فقط گله گردنشو ناز کردم هم. ای پوستش خوش نبود؟ تو سیستم آبرسانیش لوسیون ریختم سرش بیار بالا. یه خورده پوستش نرم بشه، ولی فکر کنم هنوزم خشکه. یعنی سیستم آبیاری هم داره؟ آره بابا. ببین اینو بهش میگم محپاش. چقدر جاله. آفرین احسنت فرید خانم، چه ابتکار خوبی زدی. کیفی میکنی؟ میگم فرید خانم وقتی سلمان گاوشو ببره اینجا شما اجاره میدی؟ سلمان که فعلا نمیتونه ببره، کتفش هم ورم کرده، درد داره بدجوری. بادر خان چی کار کنیم این ورمشو؟ همبرگر. بله؟ همبرگر خانم، من این کتف ورم کرده شو چرخ میکنم با نیم کیلو آرد سوخاری یا دو نوع ادویه، یه لگم به این بزرگی گوشت همبرگر تبدیل میکنم. چرخ میکنیم؟ البته دوبار. یه دفعه چرخ کنی چربی و گوش خوب قاطی نمیشه، زیر دندون میمونه خیلی بد میشه. ببخشین کیوان خان که تشریف داره، من چند از اوزان وقت شما بشم. بله بفرمایید داخله. ارادت مندی. بیچه ببینم بیام چی میگن از تو دیدی. سلام از کردم خدمت آقا کیوان. کیوان قشنگی درست کردی کیوان جان. کیوان کیوان حالت خوبه؟ خیستم کردی، من آدم ندیدی. چه بریختی تو آب؟ ها؟ تو هم کجا پیدا شد؟ مشکلات اینه، خوشبو کننده است. من چیز بد تو آب کسی میریزم. در ضمن داشتم بعد از مدت ها میامدم خدمتون، دست خالی گفتم نباشم، قابل شما رو ندارم. آقا دست در نکن، برای ما آوردی؟ قابل ندارم. چه قشنگه. فقط بذارش یه جای جلو چش نباشه، الان فریده بیاد ببینتش میبره میزندش بالای سر جاناتان. اتفاقا تو حیات فریده خانم زیارت کردم، میگم خوب بیگاو زبو مسته میرسه. بله خوب میرسه. باورت میشه من اون صبحانه نخوردم؟ وقت مشاورم بشه میگه باید تمدد اعصاب داشته باشم. آخه چه جوری؟ باز خدا پدر و غلامت بیامرزه، این جکوزی یه جوری ساخته که جای جاناتان توش نمیشه. کیوان جان ناشکری نکن، قدر زن تو بدون. نوری رو نگاه، از وقتی خجست رفته روزگارش به نشونه، روز خوش نداره. نه بابا، خوش به حال نوری، نوری خیلی خوبه. دختراش نگاه، مثل پروانه دورش میچرخن، اما مچه. دلم به چهار تا پیکنیکی خوش بود، آمدن جمع کردن بردنش بیره. اما کیوان جان، عوضش یک زن نجیب و مهربون داری، یک پسر ساده و سربراه و سالم داری، از اونا مهمتر، یه زمین به قلب تحت کوچیکه داری. زمین؟ زمینی که با نورالدین شریک باشی اصلا به درد نمخوره. صد دفعه بهشش گفتم آقا بیا یه چیزی توش بکاریم، یه چیزی گیرمان بیاد، میگه نه این خاکش به درد کشت و زراعت نمخوره. راست میگه. میگم حالا که به درد کشت و زراعت نمخوره بیا بفروشیمش دو قران بیاد تو جیب ما. آفرین. میگه نه، من اینه برای آینده بچه هم روش حساب کردم.
میگم کیوان جان اهل تبانی هستی؟ تبانی؟ اگر با صداقت و مردانگی منافع داشته باشه هرگز. اگر قیمت زمین تو نقد جرنگی بذارم که دستت چی؟ همشه؟ تا قرون آخر. باشه، حالا اگه یه 20% هم از صداقت و مردانگی کم بشه به جای برنامه خوره. فقط 20% نه بیشتر. خب حالا اگر 2 برابر پول زمین تو نقد بگیری چی میشه؟ 2 برابر؟ ای درود بر اون شرف. آخ چی شد؟ فریده پیجت کرد؟ نه بابا، فریده چه کار داره؟ ضربات قلبم نباید به 100 نزدیک بشه. از یه حدی که بگذره این دستگاه شروع به زدن میکنه. کیوان جان باز که یه آشغال بنداز دور، اون دست خداست. من شبیه 10-12 از اینا رو کف همون جمع میکنم میریزم دور که بره. راست میگی؟ بله. یعنی مالا اونه که کیسه شو نمیکشی؟ بله، هم اینا هم از اون کلاگیسا. کدام کلاگیسا؟ همین کلاگیسه رو سرته دیگه. مرد حسابی، کجاش کلاگیسه؟ این کلاگیسه؟ نگاه بکن موی خودم نگاه. ببخشی من فکر کردم کلاگیسه. شرمنده. برو بابا، برو مشاورم بهشم گفته که نباید به اعصابم فشار بیارم. برو همون جانات ها برای یه عمرم بسته. تو دیگه نمیخواد بیره رو اعصاب. بفرما تبانی رو قطعی کنی رفع زحمت میکنم. نه بفرما، خواهش میکنم. مشاورم بهشم گفته که اصلا به مسائل مالی نباید فکر بکنم، فقط طبیعت، کوه، دشت، بیابان، جنگل، نهر، آب. بفرما بفرما، بذار به ریلکسیشنم برسم. بفرما. کیوان جان اصلا تبانی رو بی خیال، اگر نوری راضی کنم تو فروشنده هستی یا نه؟ آخه اون زمین به چه درد تو مخوره؟ در مابه مکانیزه مشتری از این وارد میشه، از اون طرف حول پیچ میاد بیرون. دیگه چی میگی؟ باشه اگر نوری فروشنده باشه من حرفی ندارم. فقط یه سوال، به نظر شما حجم حبابای داخلی ها یکم غیر عادی نیست؟ مرد حسابی این موتور گذاشتیم زیرش که آب با فشار بگیره بزنه کمرمون خشنگ اینجوری جکوزیه دیگه. بادر خان. بله. کوپل دستی دودی رو برام آوردی؟ قابل شما نداره خانم. بله. نکنه. فریده کجا موهرش اینه بادر خان؟ بریم ما آوردش. تو اتاق جا نداریم که براش. دیوار پشت سر جانتان خالیه، میبرم بزنم اونجا. فریده مواظب دماغت باش. من 6200 خرجش کردم. 6200 اون موقع. این گو با سر بیاد تو صورتت دیگه با 35 تومن هم جمع نمیشه. ای لعنت بر هر چی گو بی صاحبه. کیوان جان هرس علیکی نخور، میفتی میمیری زمین دوی تو انحطار داده هستن. ببین راحت باش، گوش کن، گوشی تو بذار، با نوری که صحبت کردم خبرش بهت میدم. راحت باش، چشماتم ببن، سرتم تکیه بده، با آرامش کامل به هیچ کس فکر نکن، تمدد کن. بفر بهتون خدا تعرف نکنی نه قبله قربانه. البته چی در برتکی من یه چیزی حضور انبار شما اعلام میکنم که این کره و پنیدی که داریم میل میکنی کره همه هست. خواهش میکنم دست شما درد نکنه، واقعا خوشمزه بود. همه ها چراغ این خونه، خدا کنه که هیچ خانه بی چراغ نمانه. لحی امین. البته آقا نوری کار شما چراغ گذاشته، ماشاءالله چراغانی کردین خانه. با مزه گو من فریم. کمال همنشینی در من اثر کرد آقای نوری. بله. نیمروی زردقاتی کی دوست داره؟ نیمروی زردقاتی کسی نمخواد؟ یه ذره قاطی شده، حیفه. اگه کسی نمخواد میدی بشه؟ بله بفرم. دست در نکن. حیف، زردش قاطی شده بسید. از قدیم گفتن مرغی که زردش راه میره باید انداختش تو دیگ، به درد تخم گذاری نمیخوره. نه مرغ بی تقصیره، من تا آمدم تخم مرغ بشکنم تو مایتابه یه ذره دستم لرزید. ببخشید. فدای سرت، غیرت اجازه نمیدم، من همه میدانم زو باید استراحت کنم. قربان دستت روژان جان، به خدا اصلا راضی به زحمتت نبودیم عزیزم. نه خواهش میکنم، کاری نکنم. ماشاءالله بچت هم که پسره. واقعا؟ از کجا میدانی؟ معلومه، نگاه بکن بیشتر وزنت انداختی سمت چپت. خب الان چی؟ الان دختر. بفهمه. در صورتی که اگه نهار مرغ باشه باید پیاز زیادی بزنیم تا بوی زخمشه بگیره.
نه کره پیاز شیرینش میکنه، کیاش بازی میکنه تا بشش بگم. شما دو تا چو دارچین به دروغ زیاد نمینازی تو آبگش، به خدا انگار 5 کیلو پیاز زدی بشش. چاش دستم در نکنه. البته ما خیلی دوست داشتیم که حدوداً یکی دو هفته دیگه در خدمت شما باشیم، از شما پذیرایی بکنیم، خیلی لذت میبریم از این کار. ولی متاسفانه با توجه به غیب شدن داماد، بنده دیگه بعید میدونم، خیلی بعیده که دیگه مراسم عروسی اینجا برگزار بشه. به هر حال همین که با حضورتون به ما و خانواده داماد جناب اتکی عزیز قوت قلب دادین، باعث مزید امتنان است. همین که افتخار دادین این صبحانه رو با هم دیگه خوردیم، بسیار بسیار سپاسگزاریم. دست شما درد نکنه، ان شاء الله که بعدها. بله های نوری جان، یه ترکمن یه ضرب المثل هست، میگه آتش بدون دود نمیشه، جوان هم بدون اشتباه. نوری جان رامون دوره، یه روز و نیم طول کشیده تا بیاییم اینجا، خدا رو خوش میاد. اگه فردا پس فردا داماد بیاد دوباره باید برگردیم؟ خیالتان راحت باشه، ما تازه امروز میخوایم بریم پیش پلیس. حداقل یه هفته طول میکشه تا تیکای پازل این ماجرای کنار هم بچینم. یه هفته چیزه، یه هفته خود چیزی نیست. آقا من یه پسردایی داشتم گم شد، بعد ما 25 سال منتظر ماندیم تا این پیدا بشه. 25 سال؟ آره والا. بعد کل اون 25 سال شما اونجا تشتی؟ آقا نوری شما خودت داغ دیده ای، داغ دیده ای تنها میذارن؟ نه والا. نه والا. کار میکنی دخترم؟ نه چه میکنی تو؟ این چه کاری آخه؟ شما اونجا چه خبره؟ بله بابا گیان، دارم قالیچه اتاقمه میشونم. بابا که الان وقت قالیچه شستن نیست که، ترم بر نمیخوره. خب باشه، فعلا کف مالیش میکنم، بعدا دوباره آب میریزم. ای بریکلا بابا گیان، بفرمه بفرمه. ببخشید بفرمایی. بچه بچه بفرمه، خواهش میکنم بفرمه بفرمه. دختر من الان به لحاظ روحی روانی خیلی به هم ریخته. الان از صبح ها شده همینجوری در خانه رو میشوره و میسابه و با توجه به این شرایط، یعنی این چیزی که میبینم، بنده شخصا به شما ها امضا میدم که به احتمال 90 تا 45 سال آینده تو این خانه دیگه مراسم عروسی برگزار نخواهد شد. انشاءالله دیگه بعدها هم دیگه رو میبینیم دیگه. های نوری یک ضرب المثل هست که میگه آتش بدون توت نمیشه، جوان هم بدون اشتباه. باز هم شرمنده از بابت پریدی. متوجه شدم. بله آقا نوری شرمنده، بفرش میشه بگینی ظرف پنیره شارژ بکنن؟ یه جفت چشه کورم رو نکن، پنیر رو تقه دویسه سره شارژ کن. دست به دست بده بده. ببخشید من سر و مغزم خیلی درد گرفت، اصلا سرم داره میترکه. ببخشید من یه 20 دقیقه برم برای اینکه برگردم به شرایط عادی و حالا عادی، بعد استراحت بکنم. الله برکت بده. قربان اولم، سلامت اولم، سلامت اولم. فرق بابا جان بیان بگی دن استامینو فهم به من بدی، من بخوده. ای بابا داشتیم تمام شده. ای شکمه خوی دن جلو فهم بهم بدی. اونم میار بری کمر دردش خورد آخریش. مفنم به کسی تدی؟ نه؟ ایبو برو فهم؟ نه تیز عیدی؟ نه توش داری بابا سکت کنی؟ نه خدا نکنم بابا. خوبه دیدن امیتی ریتیلیم بده اقلن. اونم نداری نمیدونم چیه، تا من سرم درد میگیره تو این خانه فوری قحطی مسکن میاد. با اجازه ببخشید، با اجازه. خدا حافظ بابا، الان میام یه چیزی بشت میدم. که ما خواست پنیر شارژ بشه. گفتم که ما خواست پنیر شارژ بشه. ماشالله جم آقا جون، رنگ به رنگ این هم بلا سرتون میاد و ماشالله تبر بخوره به گردنتون لپر میشه. بزنم به تخت قالی کرمونی تو تا جه این کرز؟ چه کاری؟ آقا صد بار بهش گفتم زن حامله داریم تو این خونه، تا این پنج دقیقه پیش نزدیک گفتم خودم دوبار بالا بیارم. دیگه این بیچاره زاغو من چی میکشه؟ زاغو عزیزم، من دارم بهت میگم نمیتونم تکون بخورم از جام. خودم این گوشه آقا جون حبس کردم واسه چی؟ واسه اینکه زنجیره رو قطع کنم، بعدش هم یه زاوالش به هم بخوره، بهتره اینکه تمام زحمات کاد درمان به هدر بره. ای 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 تو 600 کیلومتر کوبیدی اومدی تا اینجا، بعد الان میگی نمیتونم جا به جاشم؟ باشو لباساتو بپوش بگیرینو. اکو میبینی آقا جون
انگار داره به تمساح غذا میده. باور کن کرونا گرفته بود، من دو سانتیش تکون نمیخوردم. آقا جون به خدا شرمندم، به زور ورداشته منو آورده اینجا، وگرنه من قید عروسی خواهرمو زدم که شماها تو خطر نیفتید. از دیشب رفته رو مخ من که اگه نیام من تنها میرم. درک نمیکنی دیگه، درک نمیکنی بابا جون. منم آدمی زادم، اینی که این تو این سینه این دله. منم دوست دارم آقا جون کسی که دوست دارم چند وقت یه بار ببینم. من حق ندارم؟ باور کن هر چی میکشم از این احساسی بودنم آقا جون. چیه؟ حالا من که بار دارم به کنار، عمه‌های بابا سنشان بالاست، خدای نکرده اگه اونا مبتلا بشن سخت بهبود پیدا میکنن. حالا شما نگران اونا نباشین، هیچ کس سال از اینکه 9 تا عمه شده باشه 8 تا دق نکرده چیزیش بشه. زشت سی نه، فقط بذار بگه نظر در برای اینکه سه تا دماد قزمی تبدیل بشه به دو تا چیه؟ آنوری دو تا دماد قزمی، انا سومی که در حالی از ابهامه دیگه. ما اگه چیزی میگیم به خاطر رعایت موارد بهداشتیه، وگرنه خدا میدانه دل هممون براتون تنگ شده بود. بابا دیگه رعایت بیشتر از این؟ صبح و شب که دارم نمک آب قره میکنم، رنگ به رنگم که دارم قرص میخورم، این دمنوش عناب و گلگازبون و اینا هم هرکی میخوره سیستم عصبی و بدنش همه چیو فلج میکنه. اون تو دیگه هیچ راهی واسه اینکه ویروس آوردوز کنه دیگه نذاشته. باشم واکسنش تازگی میگم روسیه زده، ولی حالا شما صداشو در نیارید. پوتینی هم میگه اینا چقدر دهن‌لقن، هنوز هیچ نفهمیدن. خود ولادیمیر بهت گفت این داره همش پرت و پلا میگه. من جان بابا مهشید چرنه مهشید رو میگم آقا جون، داره من دخترم میپرسم. شما چند دقیقه لطفا هیچ صدایی از خودت منعکس نکن، میشه؟ آقا جون گذاشتیمش خونه خواهر سیروس به خاطر کروناش. راستش آقا جون یه چند وقتیه که صابخونه ما رو جواب کرده، قیمت خونه هم که تو تهران میدونین چیه. با این پولی که ما داریم دو تا پله هم بهمون نمیدن کرایه کنیم. حالا آقا جون شما که غریبه نیستیم، واقعیتش من گفتم جمع کنیم بریم خونه خواهر من یه مدت اونجا باشیم، غریبه که نیست. بعدش بچه‌رم بفرستیم اینجا، ولی با متاسفانه شوهر خواهرم سخت مقاومت کرد، نذاش بمونیم. الان بودجتون چقدره؟ 15300. وای چی شد؟ مهیا بخشید خواهر، واقعا میدیم با این پول یه دونه موتورسیکلت سیجی فقط میشه اجاره کرد، اونم یه روز. بله بعدم هندل بزنی، رخت خوابتو پنگ کردی خونه پدر خانوم داری اینجا خرقلت میزنی، من اون وقت با یه بچه بر کف ترون دنبال آواره بشن دنبال خونه. آقا جون این اسمش تبعیض نیست؟ ما اصلا توی این خانواده وصلت کردیم شاهد این چیزا باشیم. رخت خواب پهن کردن مهیار ما دلیل داره، فیله کمرش آسیب دیده، گراز نشسته روش. گراز کجا بود؟ بابا تو چقدر قلتاقی. پشت من این پیرمرد سادگی رو ارده، هر جور دوست داری داری سوارش میشی؟ سیروس اینجا خونه خودمون نیست، هرچه دهنت در میاد بگی. مده تو خونه خودتون هرچه دهنت در میاد به من میگه. نه آقا جون دری بری چی با من آدم عصبانیت، نه که شما رو بگم، همه رو میگم، خودش هم اینجوریه. بابا دیروزت نیست میگفتیم ما پول نداریم واسه بچه‌مون یه جوراب بخریم، روژان میخواد بچه‌ش بچه‌ش رو برای کانادا نمیدونم، میگه دیگه. روژان جون قربونت برم، من عصبانی بودم یه چیزی گفتم، تو که میدونی خواهر تو دلم. آقا اصلا قاطی میکنه کل دهو میگه. آقا نوه من توی همین مملکت دنیا میاد، نه هیچ جای دیگه. تمام شد دارم. تمام شد دارم. آقا جون آقا ما مگه چی اون از این سلبریتی ها کمتر است آخه؟ من پدرشم تا نریم کانادا اجازه زایمان صادر نمی کنن. وای مگه برای زایمان اجازه پدر لازمه؟ لازم نیست؟ من چه میدونم؟ به چی میگن قوانین همش به نفع آقایانه؟ چی میگن؟ خدایی نه کجا گیره برده آقا جمعی، هم منم یولتره. باشه ها سیروس، باشه. دو روز دیگه نینی بغل خواه استوری گذاشتم تو کانادا، لوکیشن زدم ونکوور یا تورنتو یا شاید مونترال، بعد حالیت میشه. آقای محترم، شما به عنوان پدر اصلا در جریان هستی فقط عوارض خروج از کشور برای هر نفر نزدیک 267,000 تومنه؟ جدی میگی؟ بله. از کشور بخوام خارج هم باید پول بدم؟ 267,000 تومن هر یه نفر. خب اینجوری ما توی فرودگاه یه هات داگ بخوریم پولمون تموم میشه که روژان. روژان بابا. بیام بابا. بابا من میرم یه 20 دقیقه توی این اتاق چشمم رو هم بذارم، بلکه این سردرد من هست دست از سر من ورداره. بعد که من بیدار شدم به روناکو ام بها بگو این اتاق آماده بکنن برای اقامت این آقا. فقط میری تو اتاق، اصلا بیرون نمیای. قرنطینه صفر تو سخت. نوکر تو آقا جون، فقط با عزت من قفل درم عوض میکنم که گفت بده چی که چی بشه؟ دیگه طبیعیه دیگه، همه جا عرف اینه که وقت نفر قبلی میره جدید میاد قفل عوض میکنه که وسایلش یه موقع خدای نکرده. کفکرگی میدونی چیه؟ کفکرگی بله، حرکت مستقیم دست رو قسمت فوقانی پیشونی که اینجوری چطوریه؟ بس سیروس آقا جون ما نیومدیم اینجا مزاحم شما بشیم.
ما اومدیم اینجا با این پولی که داریم بگردیم خونه پیدا کنیم. حالا با 15-300 میشه جایی پیدا کرد؟ البته قابل تبدیل هم نیست. یه بخشش باید بمونه واسه قسمت درمون من دیگه آقا جون. اون خونه ادریس بود تو زلزله نصفش رفت. اون چنگ گذاشته؟ اون میده رهن کامل 25 میلیون. ولی سه تا آبادی پایین تر یه خانه هست 16 تومن ماهی 500. و البته او آبادیه آب نداره. نمیشه که. چرا نمیشه؟ بدم نیست، بالاخره یه کاریش میکنیم دیگه. چی ما آدمی زادیم ما احتیاج به آب داریم. آقا جون جون هر کی دوست داری بگرد یه فایل آبدار واسه ما پیدا کن ما این پولمون. روسکای کوکی بابا و دمده بیمصرف. حرف من همونیه که گفتم. این اتاق آماده میشه برای جناب علی. فقط ما از روزای خدا بزنیم 20 دقیقه من برم این چشمه بذارم رو هم دیگه مغزم در او وسط اینجوری باز میشه. به خدای محمد. آقا جون به مرگ خودم اگه برم اون تو اصلا رگ غیرتم اجازه نمیده. به جون خودم اگه برم. آقا جون 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 سیروس what the fuck فاز چس من ده حسابی من بحرانی ترین 24 ساعت عمرم الان پشت سر گذاشتم. دمدم از دستم رفته. دخترم قاطی کرده در تمام خانه رو بش میشوره و میسود. دیگه هیچ وقت اسم شال وارد من نزن. کلی سفارش در روی گیاهی داشتم باید تحویل مشتری میدادم. همش به تعویق افتاده. آبروم توی استان خودم و چند تا استان همجوار به طور همزمان داره به یغما میره. مهمان های عروسی کنسول شده نشستن تو حیات میگن من نمیریم من عروسی میخوایم بابا محض رضای خدا 20 دقیقه بذاریم من برم تو این اتاق بمیرم. خدا نکنه بابا. نه دیگه ببینم در این حد به درد میخوری یا نه. به درد میخوره آقا جون میتونم ثابت کنم به اصلا خود دردی بابا گن تو به درد نخوردی و به دردم نخواهی خورد. شب خوبی داشته باش. همینو میخواستی؟ خیلی بده آم. خیلی بده پدر زن آدم دوزار آدم قبول نداشته باشه. آقا بگو بابا بسه بسه دی بچه بازی بسه. از دیشب تا حالا مردیم از استرس و نگرانی. هی حرف میزنن بچه کانادایی بلا چه بیا بیرون مهمونا رو نها کن ببین چقدر درد میخوادن. سلام عرض میکنم خدمت همه تون. خیلی خوش آمدین. خواستم خودم رو معرفی کنم. من سیروس هستم داماد آقای نوری. ما هم اترکی هستیم خانواده داماد باجناق جدید شما آقا پریبرز از ترکمن تهران. به به سلامتی به سلامتی. سلامت باشی. خواستم توی موقعیت بحرانی خدمت تون عرض کنم کرونا پایان کبوتر نیست. تا شقایق هست زندگی باید کرد. شما کاری نداره وسایل تر اینجا جمونده. آقا یه لیخ خوش کاری بکردی. خوش کاری آقا شما گفتم که به درد بخورم. بیدم تو نمیدونی دیه یه انسان شیرین آقا چقدره؟ بالا 300 میلیون. میلیون تومن؟ آره حیف دست بالم تنگه حیف. آشنا دارم تو بانک وام دیه بگیرم براتون. واقعا آشنا داری؟ آره. خود میتونی 600 میلیون بگیری؟ آه باید دوتا؟ اون دیگه خیلی دنگ و فنگ داره زامن سفت و سخت میخواد. مگه تو ولایت ما بدون بعد گذشت؟ آنه نوردین نرینایی داماد شرشیتش ویروس و کرونای متحرکه یه سرفه بکنه 50 نفر گرفت. ای خوار محک اگه مهیار کرونا داشت دیشب تو عروضی چه غلطی میکرد؟ چه میدانم چه مهیار نمیگه؟ چی؟ تو اگه خبر نداری؟ سرکله این سیروس تو روسا پیدا شده. آه یارو آقا همه مجتمعی خدا از هم دو بچه های ما بکنه. تو رو خدا ببخشید آقا جون با این کارهایی که این میکنه من از شما خیلی خجالت میکشم. چه حرفیه ببگر مشکلی نیست.
فقط یه وقت خب اینجا برای من بنداز، من یه 20 تا کپ همه بذارم حالم خوب بشه. دور از جون، میترسم فقط این میاد اینجا گندکاری بکنه. شیرینم قاطی کرده ناراحت شه، اگه بذارین جاتون اتاق خودتون بندازم. بس میگی ده، خودم میبرم ببینم، خودم میبرم. فقط اتاق قرنطینه‌ش هم همونجا باشه. این میترسم، بس میگی شیرین حالش بچه باشه. چایی وقت سوخته. اگه صلاح میدونی من وسط همین خب ببر پیش خودت، دست در نکنم. از این مرگایی که هست میگن طرف خب دیگه پنه شده از اونم، چون من دیگه به دردی نمیخورم که دیگه هیچ کرایی ندارم. شیرین الان یه چشش عشقه، یه چشش خونه، ولی من به عنوان پدر فقط میتونم تماشاش بکنم، یه کاری دستم نمیاد. من جانم که بی جا و مکان شده، خانه شهر دست داده، ولی من دستم خالیه، حتی نمیتونی به یک قدمی برش بردارم. منم پدرم دیگه، موقعی که بچه یه مشکلی داره پدرش نمیتونه کاری برش انجام بده، فقط شرمندگی میکشه. من حالا مثلا خوب نیست، من به هیچ دردی نمیکنم، کارایی ندارم، مال بد بی خلیش صاحبش. منو ببر پیش خودت، دستت درد نکنه. قربانت، قربان. اینم بیزارم رو به قبله، مستقیم بیان پیش خودت، دست درد کنم. خدایا من چقدر گیره گرفت دارم، ببخشیده دیگه. خودت یه جوری خلق من کردی، همش درد سریم. سر این مجای کار کسی بیکر را انداختم، همین دروی گیاهی، من یه کلی سفارش داشتم اینو تحویل مردم ندادم متاسفانه، ولی حقوق محقق همه را دادم، یه دو هفته منده. اگر اجازه بدی اینو من داخل وصیت قید بکنم که فردا مدیون کسی نشم. قربانت، الان برمیگردم، الان برگردم، ببخشید. یا الله، ای بابا جان چقدر این بامزن. خدایا اخی خدای این روژن ها رقش بیقرار بابا. ای باریکلا، ای باریکلا بابا جان. اخی اینم شیرینه، مغنه مادرش پوشیده بود رفکس گرفت، لپوترین و اخموترین دکتر دنیا. ای جان بابا جان، ای جان مرجان، نگاه کن چی جستی گرفته. اصلا اینکر 50 سالش بود، یه جوری رفتر بیکرد، خیلی بامزه بود. نگاه کن ستال بعد کردی تنیشنه. چقدر بانه مکن اینه. ای جان ماشالله، ماشالله. خدایا شرمندم، اون برنامه کنسله. آره همونی که الان گفتم، رازش خیلی سخته اینا رو اینجوری رها بکنم. شیرین، یعنی من چه تپ زیاد میگم، اصلا به حرفای من گوش نکنی. شیرین همین الان شوهرش مفقود شده، یه موقع خدای نکرده منم بمیرم، یعنی پدرش بمیره، دیگه چی ازش میمونه؟ چی شد؟ خدای عرض کردم خدمتت که اون برنامه کنسله، من سرم درد میکرد، یه چیزایی گفتم، میتونین پیگیری نکنید. خدای عرض کردم کنسله، ولی گویا خیلی پیگیر هستین. باشه فقط اجازه بدین من همین چیزایی که گفتم تو وصیت نامه قید بکنم که فردا مدیون کسی نشم. البته من دیروزم یه دعای دیگه کرده بودم، گویا اونا اصلا جدی نگرفتیم، ولی تا گفتم مرده. آقا نوری، نوری بابا کجایی؟ سلام علیکم. سلام علیکم. تگر عروس مهمون نمیخوای؟
ببین بنده تا اطلاع ثانوی از پذیرفتن هر گونه مهمانی معذورم. رفیق چه بابا؟ رفیق هم نمیخوای؟ آقا رفیق کو؟ مونس، همدم، دوست، فرند، جاز فرند، کلوز فرند، بیس فرند و الی آخر هیچ چی نمیخوام بفرمایید خواهش می‌کنم. چرا بیا تو داشت بابا؟ ما از هر فرندی به شما نزدیکتریم. نگران تیم. یه چند لحظه بیا تو عیاد نمخوریم. بیا بیرون یه دقیقه آقا نوری. باشه. نمیخواستیم مزاحمت بشیم. فقط یه کار کوچیک باید داشتیم. فقط هر چی میشینی نگو مهمون حبیب خداست. نگو در خونم به روی همه بازه. این مردم خستن از دروغ. دروغ نگو نورالدین. بریم خودمون رو کوچیک نکنیم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. اون کیه که اگه اینجا بود یه دن مهمن پشت در نمیمند؟ من آقا خانم. خیلی سنه من کلا بذاریم؟ دیدی گفتم؟ گفتم احساساتش را تحریک بکنیم خودش میاد جلو. نور دین عزیز یه چایی و دوتا بیجی که دیگه یمک رهتار نمیخواد با هم بیا تو ایا بیا کار داری بیا سال رو همه اموات خصوصا جوان تازه درگذشته آن نوگل رفته بر نگشته غزال دشت پرشکوفه داماد غرق گشته. ویسه ببینه نکنه این چیزایی که داره میگه داره برای فری برزه. شرمنده من مقصر نیستم نور دین. همه روستا میگن سلمان قاتله. بالاخره هر قاتلی یه مقتولی میخواد. اگه هنوز که هیچی مشخص نشده شما این کار رو داری میکنی. پدر مادر این بدبخت اونجا نشستن به هزار امید و آرزو که پسرش هم برگرده و تو نشستی بیخ گوشش داری فاتحه میخونی. شرمنده اونا خانم دست درد نکنه خیلی چسبی چایشا. دست درد نکنه موشیگان تا ممنون. باید ببخشید دیگه مهمان که زیاد شد یا نمیشه به همه تازه دم داد. مجبور شدم آب ببندم بشه شیه تکانی بدم بلکه یه رنگی ازش در بیاد. ماشاءالله آفرین دختر خودمه. تو صداقت و راستی شهره خاص آبه. هنوز داره ادامه تحصیل میده درسته؟ بله داره تحصیل میکنه ولی تحصیل با ازدواج هیچ منافاتی نداره. خیالت راحت باشه. صحیح مدیه هیچ سوالی ندارم. البته سیروس جانم پسر خوب و معقولیه. اگرم تا الان مجرد مانده به خاطر اینکه کیس مناسب و مرد خوب گیرش نیام. آفرین خدا حفظش کنه. خیالت راحت باشه. ما هم از اون خانواده ای نیستیم بخوای سختگیری کنی. کافی فقط دو نفر همدیگر بپسندن. همه تمام. فکر کنم صدای دزدگیری ماشین ما. فاصله اش دوره و بعد بریم نزدیک ماشینم. بی فایده است. با اجازه. کجا؟ دزدگیر. شما صدای دزدگیری شنیدین؟ واقعا تکنولوژی کار بشر ساده کرده. زمان ازدواج ما هنوز دزدگیر اختراع نشده. این چی نوشتی؟ یعنی الان بعد 200,000 تومن من باید این زمینه بکنم به نام جناب علی؟ مگر مغزم تکان خورده؟ ای چیه؟ اولندش دیشب خودت گفتی زمین ما ارزش نداره مفتی مال تو. دویومندش ما حرفا خودت مکتوب کردم. تازه 200,000 تومن گذاشتم روش که دینی رو گردنم نمونه. آقا من این زمینه با کیوان شریکم. اصلا قرار بود اینو نگه داریم برای آینده بچه. نگران اون نباش. شما این امضا کو کیوان من راضی میکنم. نه من نمیتونم همچی کاری بکنم. شرمنده ختم جلسه. نورالدین قسم جون بچهاتو بخور که دیشب یه حرف نزدی. آقا جان آقا چی داری میگی؟ از دیشب تا الان هزار تا اتفاق برای من افتاده که هر کدوم از اونها هر سال یه دفعه اتفاق میفته. من اصلا یادم نیست تو چی گفتی. من چی گفتم؟ بفرما اینا یه دروغ دیگه است. نورالدین تو اینطور آدمی نبودی. دروغ نمیگفتی اگر سرت میره. آقا جان الانم دروغ نمیگم. یه لحظه خودتو بذار جای من. با تمام این بدبختیایی که پیش اومده ببین من اصلا تمرکز ندارم. اصلا حواسم نبوده. اگر حواسم بود همون دیشب به جناب علی میگفتم که ما اون زمین اصلا واگذار کردن. کی؟ واگذار کردی؟ به کی؟ مهوش؟ مهوش؟ بی طبیعت مهوش اسم خواهرمه تو شناسنامه.
راستش من اصلا دلم نمیخواست به شما بگم، چون نمیخواستم متوجه بشین که من دستم تنگه، ولی من به خاطر عروسی شیرین پولش نداشتم، مجبور شدم اون زمین درازه 4,000,000 تومان واگذار کنم به سلمان. سلمان؟ یعنی زمین نازنینه؟ تو دادی قاتلی توی آبادی؟ آقا اون موقع که قاتل نبود که، یه آدم رومخ بود، دادمش بهش تمام شد. نورالدین راستشو بگو، دروغ دیگه هم گفتی؟ اصلا بگو ببینم وجیه واقعا خواهر اصلیت درست یا اون سرکاری؟ ببین واقعا برات متاسفم که اینقدر راحت و بی‌محابه این چرت و پرت به زبان میاری، اونم توی جمع. منم متاسفم، کسی که دروغی چنینی میگه دروغی گنده‌تر از اون اونه که داماد کروناییش توی آبادی قایم بود. داماد کرونایی؟ بله. آقا نوری اجازه بفرما، همه متوجه شدن، خواهشم فلسفه بافی نکن. خودم مغزم داره میتره که من اصلا این داماد من یه ساعته که اومده اینجا، یه ساعته اومده، بعد من خودم هم اصلا خبر نداشتم، یعنی رو هم خبر نداشت، ولی الان خیالت راحت باشه، الان توی اتاق تو قرنطینه کامله. اگه حرفم باور نمی کنین پشین یه چیز بلند نکتیزی از اونجا بیارین، از اینجا فرو کنین تو تنم کمرم در بیاد، خیال همه راحت باشه. اگه میخواین همه کار بکنین کیا؟ بابا جان یکی برو دره باز کنه. الان 50 تا مهمان دیگه میاد. بله باز میکنم، بله باز میکنم. سلام، دست بوسه همتون، الان میام خدمتتون. مگه این قرنطینه نبود؟ بود، ولی اینکه آدم نیست، قرنطینه رو ترک کرد. آقا جون دنبال کی بگشتی؟ سلمان خوش برگشته؟ یا ایزاد من نه بودو 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 سلمان سلام. فکر کردی سلمان رو غرق شد و مرد تموم شده؟ جناب همین نبودن، هدف سوء قصد جان منو داشتن، که خوشبختانه طی یک عملیات پیچیده موفق شدم فرار کنم. خدا شاهد این عملگی جسمانی نداشتم، معلوم نبود چه بلایی سرم می اومد. 4 کیلومتر 4 کیلومتر. سلام شیخ خانم، نگاه اینطوری بگه آب تموم می شد. خب بسته دیگه، بسته. بابا هنوز صدمه نشده، 4 کیلومتر. خوبه برادر من، خوبه. بسته آقا، تک تک کسایی که تو این اتفاق نقش داشتن باید با من بیان پاسگاه. اونجا اول تفهیم اتهام میشه، بعدم واسه شون پرونده تشکیل میشه. آقا پرونده چیه سرکار؟ این حرفای چه داری میزنی؟ من خود من از ایشان شاکی هستیم. دیشب در حضور چندین شاهد ایشان خودش پذیرفت که داماد من سربنیز کرده. آفای راست میگه، همه شادی بود. دیشب میگفت تو تویره اوساقلام خودم فریورد سربنیز کرده. همه شادی. اجازه بده آقا، درمانم درمون اینا در شاید غیر طبیعی اعتراض از من گرفتن، اونا به امودست و اچشلقی. خدا شاید اینا حتی تهدیدم کرده که جان سلاش خانم، اینا حتی تهدید کردن جاناتان رو از من میگیرن. جاناتان کیه؟ گو من جداش کردن بردنش. سرکار با عرض معذرت، ببینه خسته نباشین، با آرت زحمات و بیوقفتون این دوتا رفیقن، الان یه مقدار با هم کدورت دارن، در دقیقه دیگه هم خوب میشه. شما بفرمایید، من خودم علو وقتش میکنم. بفرمایید. ایشون هم دست داشته تو این جریان؟ نه سیروز اصلا دیشب اینجا نبود. چی داری سیروز؟ کی با هم بشینیم؟ میشینیم، کرونا هم خوب بشه میشینیم. تو کرونا داری اینجا وایستادی؟ نمیدونی کرونا داری نباید تو جمع بیای؟ برو تو دو بیسیم نزدم بیام ببرم قرارتی نکنم. با صد احمد به وجان من سرکار، حداقل دستم گرفتم ملت ندونن. بعد جای اینا رو قایم میکنن زیر پیرنشون، ناقل پنهان میشن. برو من که وجان در کشم. برو کسی دیگه نبود؟ همون اول آقا نوری. نوری کیه؟ من هم گذشت نوزه من. آقا نوری جان بیا جلو. آقا نوری بیایی من وایستا شما. بیایی من وایستا. دبیه ساته. سلام علیکم. قاتل عاشق نمای آدم کش جناب سلمانی، قاتل بگیرش ها، الان در میره. آقا این خودشم بود، حتی بدون اجازه جنتر منو برده خونش کنو پس نمیده. اینجا چه خبره؟ به خدا ما آمده بودم بیرم فریده خانم اینجاست یا نه؟ همین خدا بگیر جایی خودشم بود، نظر بده بگیر سرکار. اونم شما هم وایسه اونجا. بعد خان شما چرا جلو نمیای؟ شما که آدرس آچه شلاقی با درجه گشاد دادن برای که از اسقلا میگرفتی؟ تشریف بیار بفرما. چش عزیزم، میام جلو، هر چقدر بخوای میام جلو. فقط ببینم چرا تو به من نگفتی زمینم نوری؟ آقا نمیخواد جلو بیای برادر من، فاصله اجتماعی رعایت کن. بیم وایس شما، بیم وایس شما. همه گرفتاری؟ کسی دیگه نبود؟ والله کسی دیگه که
بگید کجا داری میری آقا؟ ترسیده که باید دلیل فرارش مشخص شه. واسه چی فرار میکنه؟ بابا ترسیده همین. بیاید آقا. بیاید آقا. بیاید آقا. بدیم همین هم بدیم. بفرمایید. بفرمایید. شما بفرمایید. شما نگران نباشید. سوال جواب معمولیه. انجام میدیم و برمیگردیم. فقط در روژان. انشالله آزادی قسمت همه. همه جره داره. فقط دره ببند. این نره تو کوچه موچه خونه همسایه رو بشوره. فقط در نبوده من مرد خونه. سیروس مریار. رونق. خیالت راحت داری. میجاست. آسان جان مراقب باشا، مراقب خواهی خواهش. تو برای چی قرنطینه ای ترک کردی؟ داخل محاوطه نبینم ات. محاوط بچه هم خیلی باش. تو هم انتخاب خوبی بودی. سلام قربانت بشم. سلامتی؟ الحمدلله شما خوبی؟ میگم این پاسگاه موقعی خیلی خلوت بود. جرم و جنایت زیاد شده اینقدر شلوغه؟ نه بابا یک ساعتی هم میگن دوز گوسفنده ها گرفتن. ای گرفتنش؟ بله گرفتن. خدا رو شکر. اینا همش هم بند خدا هم مدبختن. زیاد دزدیده؟ خیلی دزدیده. 12 تا از من دزدیده. 12 تا؟ بله. خدا ازش نگذره بی انصاف. رضایت بهش ندی؟ نه بابا برای چی رضایت بده؟ پسرم یه زحمت برات دارم. خواهش میکنم دست. این شماره خونمه. شماره کجاست؟ شماره خانمه. دخترم خانه تنها است. شرمندم. من قصد ازدواج ندارم. نگاه کن پدر جان. خدا شاهد اینا تمام شماره است. نگاه. تمام شماره است. ولی من تا حالا یکیشو نگرفتم. من تا جایی که قلبم درگیر نشه هیچ اقدامی نمی‌کنم. بابا چرا دریوری میگی؟ چرت و پرت میگی. گفتم اگه میتنی شماره رو موبایل دری بگیر، دخترم بیاد اینجا تشکیل پرونده بده برای من. فقط حواست باشه یه دقیقه بیشتر نشه. یه دقیقه. یه نروری اتفاقی افتاده؟ ببین برای من قیافت اینجوری اینجوری نکنه. من اگه میشتازی من 50 سالم تو زندان باشم اصلا این خیالم نیست که نیست. علی بابا علی طرف اون 3 نفر اومده گفتن که بیام به تو بگم بلکه رضایت بدی. بابا ادریس بدبخته که میشتازی 11 تا بچه قدیم اینقدر داری ضروری گن ادریس که من نگرفتم خودشون گرفتن. من چیزی گفتم؟ باشید شما ازم بخواید. چیه؟ ازم بخواید رضایت بدون بدم؟ هشو خبر مرگ رضایت بده دیگه. من که دیروز امروز به هم دیگه نرسیدیم اینجوری نشستی برای من. با این لحن و با این حرفه؟ بله. من یک عمر شیرین کاری کردم و زبون خودم شما شیرین خانم رو به من بدی ندادی. دنیا خیلی کوچکتر از این حرف هست که فکرش میکنی. اقا نوری گن اون موقع که بلگه برنده دستت بود خوب بازی نکردی رفیق. شرمنده من اگه یه دنه کفکرگی بزنم تو صورت این چقدر به حبسم زفر میشه؟ بفرم آقا بفرم. نه بخم بدم آقا زکر به جای من به این آقا بزن من بیدو بزن من بیدو بزن من بیدو بزن من بیدو حتما رضایت بهتون میدم. شرمنده سرکار یه دقیقه کار دارم. ادریس بیا بنیش کار چیزه الان صداشان در میاری یا ناسلامتی اومدی بازداشتگاه. حالم خرابه قلبم داره میتره که بس که گوجی التهاب داری با خودت فشار نیار آرامش داشته باش. خجالتم نور دینی زحمتی دارم برادر بعد من حواستان به طاهره باشه. او بیچاره دست تنها نمیتونه از عهده 11 تا بچه بر بیاد. فقط 45 دقیقه طول میکشه سر پاشان بگیره. اوم قراره بمیری تو. این چه حرفی؟ اصلا تو چرا در رفتی؟ کسی با تو کاری نداشت که. ترسیدم نورالدین ترسیدم. چی ترسیدی آخه؟ بین خودمون بمانه. اینا دارن میشنونه. میگم بین خودمون بمانه. یواش بگو. بین خودمان بمانه.
من تو خانه یه ویدیو ویچس دارم. گفتم نکنه کسی دیده باشه آمار مداده باشه. ویچس که ممنون نیست الان تو همه خانه سینمای سبودی هست. کربودی؟ ممنونه، ممنونه. تو دیگه برای چه؟ من 15 سالم بود به خاطر همین ویدیو ویچس گرفتنم. وسط کلانتری مرحوم پدر محمد ایجونی خواهد زیر گوشم، هنوز که هنوزه صدای سوتش تو گوشم بلند میشه. اخ اخ خدا بیامرز. ده بیاموزی، ده بیاموزی، مرد دستنگی نمید. نوردی جم میگم این سلمان چطور آدمی؟ اهل محمده هست؟ این جوونی های خودت هست، تخص، لجدرر، زبان نفهم. خب از زبان هم میفهم. میگم یه وکیلی بگیریم از اینجا نجاتمان بده. تو هم هی دیشستی اینجا یه چسته پتایی میگی. وکیل پول میخواد، یعنی بخواد کارش را بندازه 10 میلیون میخواد. داری 10 میلیون تو من؟ 10 میلیون؟ بله دارم، به شرطی که او 4 تا 0 که قولش دادن هست بشه. گوش بر اترکی، بازداشتی اترکی به بیرون. اترکی جان سرکار نداریم، بعدی رو بخون. یعنی چی نداریم؟ فریبرز اترکی، سارا گوسفندا، خدا آوردمش. منم آقا اومدم. سلام آقا جون. فریبرز خودتی؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ با خودت اینجا چی کار میکنی؟ زکی، این دومادته. فریبرز مده سبی، تو از دیشب تا الان دختر من و پدر مادر خودت دقتردی پت پشو که رفتی گوسفند دزدی؟ آقا نوری توضیح میدم برای تو. چه توضیح؟ اصلا اونجوری نیستش که شما فکر میکنید. ابرو مده تو منطقه بردی موسه. کار من نبوده، کار من نبوده. آقای فریبرز دوست حرام خور، توف به غیرتت بیا. ماهی بشی بری تو دریا، پرنده بشی بری تو آسمان، از چنگ کیوان نبی. یه لیوان آب داری من بخورم؟